معاون برنامه توسعه جهانی امریکا برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز می گوید که جهان اسلام و غرب در برابر ممنوعیت هایی که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند روی کرد متحدانه و فراگیر دارند. خانم کلمند به این باور است که این گونه تصمیم ها اقتصاد افغانستان را در آینده زیان خواهد زد. <applause> این اسوی هر کس در جامعه جهانی شدیدن محکوم می شود. نه تنها اسوی کشورهای غرب بلکه اکثریت کشورهای جهان اسلام از عربستان سعودی گرفته تا مصر، اندونزیا و حتی ایران و چین چند ماه قبل محدودیت بر حقوق زنان را مشترکن محدود کردند. بنابراین شما شاهد یک محکومیت فراگیر در برابر این عمل کرد استید. به باور خانم کلمند برنامه توسعه جهانی امریکا تلاش میورزد تا با رعایت قوانین جهانی کمک های بیشتری را به زنان در افغانستان فراهم بسازد. ما به کار ما نه تنها در بخش کمک های بشری بلکه در سکتور های سیهی، آموزش، زراعت همچنان با کشاورزان کار می کنیم تا تولیداتشان را بیشتر کنند و تجارت زراعتیشان را در بیشتر از نقاط کشور توسعه ده دهند. از سوی هم معاون برنامه توسعه جهانی امریکا برای افغانستان از روند هزینه مالیات در افغانستان انتقاد می کند و آن را شفاف نمی داند. بله می دانیم که طالبان مالیات جمع می کنند اما نگرانیم که این پول در واقع به کجا می رود و فکر می کنم که شفافیت بیشتر و اینکه که طالبان چگونه این را تقسیم می کنند مفید خواهد بود چون ما نگرانیم که آنان این را که باید در سکتور صحی و دیگر سکتورها سرمایه گذاری کنند نمی کنند دغه راټول شوي عواید هم په پوره او کامل شفافیت سره د ملت لومړیتوبونو ته په کتلو سره د ملت لومړیتوبونه تر هرچا په شتوګه اسلامي امارت د کړې دي اورمالمیږي او مشټول مساریف هم د همدغه لومړیتوبونو په نظر کې نیول سره کیږي. پیش از این بازرس ویژې ای امریکا گزارش داده است چې هنوز هم ایالات متحده ای امریکا بزرگترین کمک کننده به افغانستان است.